پیلوت های بسیار بزرگوار و عزتمند. الا ما امروز حکومتی داریم که این پیلوتی نمیشود که باز طفلای خرد مردم شب بالای خانه مردم چاپه با اندازه و از خواب بیدار بکنه. ای تو نیستن الحمدلله تر اوسه پر ټولو میدانونو کې کامیاب روان یو. او دا هوایي ځواک متحد ځواک دی په عقیده سنبال. ماته امریکایانو راسره ولاړ سه ما ولو بیا به هلته ستا ټکسیانه ټکسي چرو بیا به ستا موټر در پاک کوم دغه شی به یم. ما در تعهد خود وفادار بوده و بیشتر از پیش صادقانه خدمت می نماییم. اردوی اسلامی ملی که شامل صنفهای مختلف زمینی و هوایی می باشد در تمام مسلکهای نظامی جهت آموزش و ارتقای ظرفیت در مراکز قوای هوایی و مدافع هوایی تحت تعلیم بوده، بعد از سفری نمودن دوره های آموزشی دوباره به قطعات و جزتام های اردوی اسلامی ملی جهت خدمت تقدیم می گردد. محترم خلیفه دکورانه چهارم وزیر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوای دکوره دوای پالتون، افسران، بریت پالان، ماسیلین، ساز راستو ویار داری. رفول دکوره دوای پالتون، دوای پالچی کمانتان، دکرمان نکیبلا سالیزای. السلام علیکم و رحمت الله. سلی مش. در این اواخر تعدادی از پیلوتان جوان بعد از سفری نمودن دوره آموزش‌های عملی و نظری از پانتون هوایی و مدافع هوایی در بخش پیلوتی فراغت حاصل نمودند که در این محفل فراغت خلیفه صاحب سراج الدین حقانی، وزیر وزارت امور داخله، قاری فصیح الدین فطرت، لوی درستیز قوای مسلح کشور با تشویق و اعلام حمایت‌های بیشتر فارغان را تشویق نمودند. همچنان وزیر داخله تعهد سفرد که زمینه ادای مراسم حج عمره را برای فارغان فراهم نموده، افزود که از هیچ نوع همکاری در این بخش دریغ نورزند. الحمدلله چه دی سوچ و تصور خیال نه پورتا من داسی ویرمنه و راز گروی چه افغانان پخپل و امکانات و وند خدای جل جلاله راست تر بلا خود کی پاکوی دس خود کی پاک چمو گو دنیا والو خزان پر محتاج کړي زموږ تاسو استعدادونه صلاحیتونه رنا خستي دا دس فکر کوي چې افغانان چې دی حیا و ادب دی چې دا داس یو اجیر قوم دی چې موږ یې په هره طرف باندې اداره کوي او رهبري کوي. موږ به د یو بل په مقابل کې د دوی نه کار اخلو. الحمدلله که ډېره مبارزه تکلیفونه تیر شول نیمه پړۍ، نن موږ تاسو خپلواکي په خپل غیرت او شهامت باندې ترلاسه کړه او داسې خپلواکي چې په کامله معنا باندې نن الحمدلله موږ تاسو خپلواک یو خپلواک اسلامی آزاد هیواد لرو. ډیر تاریخ نه وروسته زموږ هوایي ځواک چې کوم و دا د بل محتاج و د بل په روزنه باندې به دای روزلی کېدو په خارجي روزنه باندې. نن الحمدلله موږ تاسو دا وینو د عملي میدان شهیدان یو چې نن د ډېرې زمانې نه راوروسته خپل پیلوټان چې پارېغېږي
او دی خپل افغانی ورونه ولې طرف نه افغانی استادان له طرف نه چې دا کوم د هوایی ځواک په هانتون دی زه دې ټول ته مبارکي ورکوم. پیلوتهای بسیار بزرگوار و عزتمند، شما قهرمانانی هستید که بعد از ختم اشغال و شکست آمریکایی ها و حکومتی که توسط اونها اینجا بالای مردم مسلمان افغانستان تحمیل شده بود، به خدمتتان ادامه دادید، در اینجا در وطنتان باقی ماندین و اینک مصدر خدمت وطن و هموطنانتان قرار گرفتید. اما صداقت، تعهد و وفاداریتان را به این وطنی رنج دیده و مظلوم، وطنی جنگ زده ثابت کردید. شما قهرمانای هستید که از خود فداکاری نشان دادید، در بخش وظیفه و مسلکتان متعهد و با وفا باقی ماندین و اینک قوتهای هوایی ما روز به روز الحمدلله در حالی که مستقل و غیر وابسته است، در حال رشد، ترقی و پیشرفت است و این بسیار جای افتخار است که الحمدلله در این ظرف 3 سال امروز ما پیلوتای را فارغ میدیم. برای فرزندانی که متعهد و وفادار به دین اسلام و شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و متعهد و صادق و وفادار به خدمت به این مردم رنج دیده افغانستان و افغانستان هستند، زمینه تعلیم و تربیه در مسلکه هایی که دارید، در قوت های هوایی زمینه ای را مساعد بکنید و تلاش بکنید که فرزندان خود این سرزمین که وفادار و متعهد و صادق هستند به این وطن، اونا تعلیم و تربیت شوند و در مسلکه های مختلف درس و تعلیم بگیرند و مصدر خدمت مردم افغانستان و هموطنانشان قرار بگیرند و این یقین بکند که الحمدلله ما امروز حکومتی داریم که این پیلوتی نمی شود که باز طفلای خرد مردم شب بالای خانه مردم چاپه باندازه و از خواب بیدار بکنه، ای تو نیستن، بلکه این خدمتگزاری به جامعه تقدیم می شود که تکلیف می کشد، مشقت برداشت می کند، بیخوابی ها می کشد خودش، شب زنده‌داری ها میکند به خاطر از اینکه این ملت مظلوم و رنجیده ما در آسایش و رفاه کامل چی بکنند، زندگی بکنند و در آسایش و رفاه کامل زندگی به سر ببرند. نیروهای دفاعی کشور بنابر توجه وزارت دفاع ملی و رهبری امارات اسلامی افغانستان نسبت به گذشته مسلکی شده و به خود کفایی رسیده اند. اثبات این اداره می توان در مراکز تعلیمی اردی اسلامی ملی و پانتون‌های دفاعی و نظامی مشاهده نمود. سوک بدا خبره که چه ده هوایی زواک ده پاره ده پیلوت روزنه تربیه ده بسنگ ده نظام مختبری، سوک بدا خبره که چه ده دکترا و ده مستری و ده لیسانس پا کچه بانی مسلخی خلق روزن ده بسنگ کیجی، اغا بل مسلخی وزارت بسنگ انجامیجی، زراعت بسنگ مختزی، اقتصاد بسنگ مختزی، تجارت بسنگ مختزی. خراب جل جلال هو شد اغا میدان تا دا افغانستان دا اسلامی امارت مجاهدین ولا نکلی جی دا یو مبارک قدرمنی رهبری پا قیادت که الحمدلله تروس پری پا طول میدانون که کامیاب روانیم. که کل دا کشتی پی پیل که جی هم الحمدلله استنز مخت نرازی پا داغه غریبانه بودی جا باندی الحمدلله چاری انجامیجی، او که کل بیا در تحصیلات پا دگر که در زرگون و در لکون و محصیلان و تربیه رازی الحمدلله پا نرمال شکل باندی روانه در این ستونز نسته. کولای سوی چه در افغانستان در مسلمانان و حق ضرورت و ارتیا چه خپل پیلوت تیلری مجای پشه شکل باندی انجام کو، مجتا یه در مثال پیش که در نمونه پیش کرده چه دا سلسله که دل ایسی ممکنه ده. نو الله پاک جل جلاله وجه دو غزبانانو تا دیر اجر ورکی دا دی دا جهادی سلسله و دا جه ایمان و دا تقوی و دیانت برکت دی چه پا دوم رکم وقت کیه دا یه مهم مسلک تزان ورسوی دا سی دا پیراغت مراسم مجتاسی پا مدرسو کی ترلاسه کو، دا سی دا پیراغت مراسم مجتاسی پا معسکراتو کی ترلاسه کو، دا سی دا پیراغت دا مراسم و لڑی پا تیر و جهادونو کی ترنن پوری روانه ده.
زما د خپل عمر په اوږدو کې نننۍ اوله ورځ ده چې مجاهد د مدرسې طالب د سنگر فاتح تیاره لنځکې زخه اسمان ته پورته کوي. دا نه عادي مراسم دي او نه تر نن مخکې د مجاهد په صفت تیر سوي. زه ډیر مهم بولم او ډیر قدر راته لري او ډیر معزز دي او په ډیر درنښت ارزي. دغه فارغانو صاحبانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. دا تنها د دغه درو مجاهدینو مبارکي نه ده، دا د افغانستان د سرښندونکو ځوانانو چې په قبرو کې په وینو سر پراته دي د هغو دپاره مبارکي ده. دا چې ټوټه ټوټه اعضا اوس هم روح په بدن کې چلیږي له کاره لوېدلی فلج او معیوب وروڼه د هغو دپاره مبارکي ده. دا په افغانستان کې د کونډو یتیمانو ځورېدلو افغانانو او مجاهدینو د کورونو د هغو دپاره مبارکي ده. دا د ناس محفل او د اسلامي امارت ټولو اعضاو دپاره مبارکي ده. که زه د دغو مجاهدینو پر وجود یا د دوی پر کارنامه باندې بحث وکم ستاسې وخت به ضایع سي، خو دومره بحث کول غواړم چې ای مجاهده، که څوک زموږ سره دا نه مني چې څوک مسلکي کیدای نه سي، چې چا ټولې مرحلې د عصري علومو پای ته نه یې رسولي، که څوک دا نه مني چې د محراب او د منبر ځوان دي، یا وخت کې په سکتوري وزارت کې هغه وزارت مخ ته یوسي او تر هغه مخکني خلکو دې ښه سنبال کړي. دا خو به راسره مني چې یو ځوان تیارې ته وختی تیاری پورته کړو. زه تاسې ته د دې ترغیب درکوم او مجاهدینو دا درته وایم، هغه خلک چې یوازې علمي استعداد لري نور د یوې سجدې توفیق الله تعالی نه ده ورکړی، د الله تعالی له جانبه پر هغه باندې غضب نازل دی، د الله تعالی له جانبه هغه مردود انسانان دي، د الله تعالی له رحمته څخه لرې دي. په هغه کې دا گنجایش شته چې تیاره لنځکې پورته کړي. په تا کې څنګه نسته؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. ستا سره یوارې خپل هغه انساني استعداد ده چې الله تعالی درکړی. په وسني حالت کې همدغه پیلوټانو، انجینرانو، تخنیککاران د افغانستان او د افغانستان د اسلامي امارت لپاره یوه سرمایه ده. د افغانستان او د افغانستان د اسلامي امارت لپاره سرمایه ده. داسې سرمایه به موږ له خاورو راپیدا کوو، داسې وجود راته لري، د دې به حمایت کوو او قدر به کوو. دا کسان چې پاتې دي دا متحد کسان دي، دا چې پاتې دي په وطن کې دغو په تیارو پسې فشارېدل نه، دغو ته د مخ چوکۍ ورکولې، خو دوی پاتې سو، دی خپل ایماني دنده وبلل چې خپل وطن کې د خپل وطن او د دغو هوایي ځواک خدمت وکوي. خدمت چې دغه نتیجه نن ورکړه الحمدلله، درې کاله وروسته موږ د نړۍ په سطحه باندې هوایي ځواک خو نه لرو، د سیمې په سطحه باندې ده. ان شاء الله موږ په باور باندې ویلی شو، خپل ولس ته موږ اطمینان ورکولی شو چې که د دنیا په سطحه موږ پرمختللی ځواک نه لرو، د سیمې په سطحه باندې دی، او دا هوایي ځواک متحد ځواک دی، په عقیده سنبال، دا په داسې ایمانداره ځواک ورته ویل کېږي چې هغوی دا هر څه دا له هغوی سره چې په هوا ځغاستو یا په شور سره ځغاستو هغوی هر څه امتیازات ورته ورکولي. یو جنرال راته وویل، ما ته قصه کوله، چې ما ته امریکایانو راسره ولاړ سه روشه کال تقاعد شو، ولمال وری به بیا تورن جنرال یم، دی په تورن جنرال بس کې تاین تورن جنرال یو وظیفه و دنده رتبه و، ولنا مال بیا بنو برید جنرال یم، ولنا مال ډګروال بیم، راتم راته تر اخیری قدمې پورې مال برید مال به یم، ولیا نه به یم، چې شپه یم مال بیا بل تستا چې کسانه چې کسې چرو بیا بستا مو تر در پاکوم دغه شی به یم. نو تر هغه مې دغه زور د جنرال نوم خوښ دی، په خپل وطن کې به وسم، خپل وطن ته خدمت کوم. نو دغه کسان چې دلته پاتې سوي دي دغه ته هر څه دی جلول او ورته امتیازات باندې ورته قایل، خو دې ولاړو نه، دا د ایمان نقشه ده، د ایمان د نقشې نتیجه دغه شی شوه چې نن دوی په دغه دربدري کې موږ دلته هوایي ځواک ته رالو، د فتحې چې اومه ورځ وه، کېدای شي یو اونۍ وروسته به و، دا صادق خان دی دلته شته، احمد شاه خان دی، دا پخواني دلته دا شته، دلته چې موږ رالو دا خلک او دا انجینران ورسره و، دا پر لوبیا باندې ناست و، خپله لوبیا یې د ذخیرو راایستله، هغه یې پخوله بیا خوړله، او دی وای دا خو انرژي ته ضرورت لري، دغه انرژي د په دغه انرژي کې د خلکو له موږ سره شپږ میاشتې تیر شپږ میاشتې بعد بیا موږ حسابونه برابر شو، بیا به ستولو سو تعینات شو.
ځکه علما کرام وایي چې اردو یا هوایی ځواک دا د هیواد ذخیره ده، دا زیرمه ده، دا زیرمه څخه دا خلک را وایستل شو، هغوی راته دغه فعالیت وکاو چې الحمدلله موږ ته یې دغه د وطن د وطنونو د هیوادونو سیال جوړ کړي، موږ هوایي ځواک د هوایي ځواکونو سیال راته جوړ کړي او موږ امید لرو انشاءالله تعالی نور به هم پرمختګ وکوو. نقیب الله مقیم یک تن از فارغان این دوره ابراز خوشحالی نمود، افزود که خدمت در وطن و در نظام برای ما مقدستر از هر چیز است. ما در تعهد خود وفادار بوده و بیشتر از پیش صادقانه خدمت می نماییم. زادی الله تعالی یو خاص فضل و چیل توقع خلاف او هیست توقع مرج ندر لوده ولی الله الحمدن الله را نصیب کرد. الله تعالی دی که ما قهو داسی و شکر توفیق را نصیب کی سم الله تعالی دی عرش مالک راضی کو، خپل هم خپل امیران راضی کو او هم خپل دی کړی دلی زوري دلی او دردی دلی ولست خدمتو. دو هم لقدرمنو مشرانو څخه د زړه لکومی مننه کوم چې موږ سره خپل قیمتي وخت دلته تیر کو. الله تعالی دی دوی ته پراتک سره اجر عظیم ورکی او الله تعالی دی زموږ لسره څخه نه اخلي. هوایی ځواک چې هر ملک ولري هغه ملک ځان قوتمن احساسی، هغه ملک ځان قدرتمن احساسی. الله تعالی دې موږ تاسو د داسې هوایي ځواک خاوندان کې چې د الله تعالی عبادت ور باندې وکړو او د دغه دردیدلی ولس د دغه ځورېدلی ولس په سر د امن سایوان او سیوری. له دغو ځوانو محصلینو څخه مې یوه غوښتنه ده چې ډېر کوشش او توجه او په انګلیش اصطلاح خپل فوکس په دې باندې کوي چې تاسې نن لا نیت دې وکړي چې موږ د دې اسلامي نظام مجاهدین یو. الله دې تا په خاطر باندې دې اسلامي شرعي نظام ته داخلیږو او دې وطن له فضايي حرمه به دفاع کوو. افغانستان د اسلامي امارت د داخلي وزیر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه استاد عبدالسامی د خپل ساینلیک د اخیستو لپاره چمتو یم. د افغانستان دپاره خدمت کوم. د دې او د افغانستان لپاره خدمت کوم. استادانو چې خپلې تقدیرنامې ترلاسه کړې. دویمه ډله جوړ د دین او وطن لپاره خدمت کوم. بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه اردوی اسلامی ملی، این بود داشته های این هفته که خدمت شما تقدیم گردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز سپرده کامیابی و موفقیت شما را خواهانیم.